به به سلام، خوش آمدید به هادی و گربهشی. دیگر من هیچ تعجب نکردم که یک آخوند قلدری رفته تو کار بولینگ و استونکر. اصلا تعجب نکردم، خوشحالم شدم که بالاخره یکیشون دیگه دست از اون کارهای بانکی تو مشهده، دست از اون کارهای سیغه جور کنی برداشته یا راش ندادن یا به هر حال هرچی هست رفته دنبال ورزش و رفته در آلمان تو که خودش گفته بولینگ بازی کرده و باز به قول خودش خیلی اونا تعجب کرده بودن. چرا تعجب کرده بودن نمیدونم، من اصلا تعجب نکردم. تنها تعجبم اینه که یه ورزشکاری رفته خارج از ایران و همونجا فرار نکرده، پناهنده نشده، دوباره برگشته، برای اینکه خب این برای این نوع ورزشکار اینجا خیلی بهتر از اونجاست و این امکاناتی که اینجا در اختیار اونا نمیذارن در اختیار ایشون میگذارن و شده است که رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد و بولز خراسان رضوی. باز اینا رو من تعجب نمی کنم، من تنها مورد تعجبم اینه که بیلیارد مگه حرام نبود؟ مگه بیلیارد رو همون سالهای اول انقلاب نریختن برادران پاستور توی این کلوپای بیلیارد و با همون چوب بیلیارد افتادن به جون صاحبش و مدیرش و کارکناش و مشتریاش و حتی بهشون 15 تن گوی داره بیلیارد، بهشون گفته بودن این دونه دونه این گویا رو میکنیم تو رودتون، نمیدونم یه چیزه اینجوری گفته بودن. مگر حرام نبود؟ چطور حلال شد؟ کدوم امام حلال کرد؟ کی حلال کرد؟ اینا رو که به این اندیشه بودم و هیچم تعجب نکردم که این آقا حالا توپ دستشون سوکر میزن و اصلا مهم نبود برام یه همچین آدمی از این آخونده از این کارا زیاد میکنن. کاراته کارش هم ما دیدیم، اما رفتن دنبال همین مسئله حلال و حرام کردن ها. و یادم افتاد که اول انقلاب قبل از این که حالا بیلیارد رو حرام کنن، حضرت امام و بنیانگذار انقلاب اول از همه از راه نرسیده ماهی اوزون برون رو حرام فرمودن. ماهی اوزون برون رو ساعت 3 بعد از ظهر بود که ما پای رادیو بودیم با یه دوستی و اومده بود که با هم بریم یک جای، من مدتی بود رفته بودم به ایران موقتا و این رفیق من تصادفاً اون روز نهار یک اوزونبرون مفصلی خورده بود و حالا که آقای خمینی گفتن که اوزونبرون حرامه، این رو اعتقادی هم که خیلی به حضرت امام داشت، حالا ما دیگه داشتیم کم کم بی اعتقاد می شدیم، ولی این تشدید هم شده بود. این اوزونبرونی که خورده بود گره خورد به فرمایش حرام بودنش توسط حضرت امام و پیچید ابعاد انقلاب در شکم این رفیق ما و بیانات رهبر انقلاب چنون نفخ ایجاد کرد تو شکم این بدبخت، مثل تبدی شده بود که میشد برای انقلاب کوبید و دلدرد شدید و هول رنگش هم پریده بود، سردیش کرده بود، نفخ سیقل همه این چیزا کرده بود. این اوزون برونه دیگه همچین رفته بود تو ذات، این که اوزون درون شده بود دیگه، قصد برون آمدن هم نداشت. منم این رفیقم رو دلداری میدادم که آقا حالا کوتاه بیا، حالا آقای امام یه چیز گفت، این که نمیشه که تو اینجوری متابولیسم تحت تاثیر فرمایشات حضرت امام به هم بریزه. گفت نه، من حالا میترسم که این دل دردی که من دارم اگه من مردم با این دل درد اون دنیا جواب نکیر و منکر بی تربیت و چی بدم. گفت آقا جواب نداره، بهشون بگو که ساعت 3 بعد از ظهر حضرت امام این فتوا رو دادن و من نهارم رو خورده بودم، بگو خود ایراد دیگه، جلو بیفت دست پیش بگی، بگو که
اینجور فتوها رو معمولا قبل از نهار میدن، نه ساعت سه بعد از اون که مردم نهارشون خوردن. بعدم بگو ازون برون حضرت امام گفتن حرامه چون فرض نداره، پولک نداره به این اتهام یا به این جرم. ازون برون حرامه بگو ولی من نمیدونم حضرت امام ماهی رو با فلس میخورن. ما فلس هم داشته باشه فلسشو میکنه میخوری، ما اگر امام اونجوری میخوره. من مسئولش رو گفتم که از خود دفاع کن، بعدم بگفتم با بدبخت نترس این ماهی ازون برون که امروز که با حلول انقلاب اسلامی که حرام نشدی که ربطی به شاه و طاغوت و سقوط سلطنت در اگه حرام بوده از قبل هم حرام بوده، اگه حرام بوده بعد امام اصلا برای چه الان گفته؟ اصلا چرا این امام اون موقع تو نجف نبود نگفت که ازون برون نخونی حرامی؟ چرا همون موقع اگه میگو ما دیگه ازون برون کسی نمیخورد؟ اصلا میتونه تهدید کنه بگو ملت ایران اگه ازون برون بخورین من میام دیگه. ما نمیخوردیم ولی نه اینکه حالا بیار بشینه اونجا ساعت سه بعد از ظهر بگه ازون برون حرامه. آقا چیکار کنیم که حرامه؟ آقا این رفیق ما آرامش کردن ولی اونقدر هم حالش خوب نشد. اینجور که من یادداشت کرده بودم احوال او رو یا وضعیتی رو که داشت همین بهش گفتم کتابی یا همین هایی که نوشتم اینجا همه رو همونطوری از بر گفتم براتون و این سوء حاضمه سر سر در او همچنان بود تا اینکه نمیدونم چیکار کردن دانشمندان اسلامی. یعنی وقتی به حضرت امام گفتن که این ماهی استروژن ازون برون همونی که خاویار ازش میاد، یعنی تخم این ماهی گرونترین تخم ماهی دنیاست و مال ایران به ویژه چنین است که دلار که گفتن دوزاری حضرت امام افتاد و حلالش کردن، یعنی چجوری نمیدونم، یعنی حدس میزدم که من شنیده بودم که یک عده دانشمندان اسلامی شب تا صبح توی آزمایشگاه نمیدونم چه بلایی سر این ماهی ازون برون بدبخت آورده بودن به کمک ماموران شکنجه ساواک که به انقلاب پیوسته بودند و ماموران تعذیر خود حکومت اسلامی چه کردند که این بیچاره ماهی دمدمای صبح فصل کوچولو در کنش در اومده بود. البته اینجوری اون میگفتن ولی بعدا من طور دیگری شنیدم که پادرمینی کرده که آقای یدالله صحابی یا یدالله صحابی از رهبران نهضت آزادی بوده که رفته خدمت امام میگم با من ببینم تو ببینی پادرمینی امام، یعنی اینجوری که هست. آقای کی گفته این آقایی که هاشمی بوده رئیس سابق اسبق صدا و سیما بوده به روزنامه شرق گفته که میگه یادم هست تخم خاویار قبل از انقلاب طبق نظر مراجع حرام بود ولی قبل از انقلاب هم اگه حرام بود صداش در نیاورده بودن ولی امام خمینی اومد علنا توی رادیو گفت حرام بود. اوایل انقلاب مرحوم دکتر یدالله صحابی رهبران نهضت آزادی خدمت امام رسید و ثابت کرد ماهی ازون برون که تخم خاویار در شکم آن است دارای فصل یا پولک است. ثابت کرد مگه مسئله علمی بود؟ ثابت کرد نفهم. یعنی قضیه هندسی بود که یه جونه خط آقا اگر از رأس مثلث پوزه ماهی بکشین عمود منصف کنیم از بغل چیز و زاویه دونش رو ضرب در نمیدونم
بدترش بکنم نمیدونم چجوری ثابت کرد این آقای هاشمی که رئیس خبرگزاری اسبق فلان بوده به خبرنگار خبرگزاری این اونا دیگه اینشو نگفته و لابود 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 آقای یدالله صحابی یه دونه ماهی ازونگرون برداشته برده خدمت امام ثابت کنه امام گفته این چیه؟ من گفته ماهی ازونگرون رو اومدم ثابت کنم که ثابت کنه یا نشان داد امام گفته که نیارش چرا این حرام و حرامه گفته نه آقا حلاله مثلا چه میدونم؟ نمیدونم خبر اینه امام هم در پاسخشان فقط گفتن مطابق فقه شیعه خوردن ماهی فلسدار حلال حرف دکتر صحابی که متخصص بود متخصص شیعه بود متخصص ماهی چی نبود که متخصص اسلام این تفکرهای ملی مذهبی دکتر صحابی که متخصص بود من اولین باری که میشم که دکتر صحابی متخصص ثابت کردن فرضدار بودن ماهی ازونگرون میخواستم که ماهی اپوزیسیون ماهی ازونگرون به امام است و چسابی که متخصص بود مصداق آن را پیش امام آورد از آنجا حرمت خوابیار برداشته شد و حلال شد گفت یعنی شما گفتی که ماهی فلسدار فلان ولی نه خوابیار چیزی که نگفتیم برای این ازونگرون حلاله بعد این مطلب که چاپ پیشه بعد روز گذشته روزنامه سی بعد چاپ این مطلب محمد میرز محمد صادق معاون وزیر کشاورزی در امر شیلات و مدیر عامل فلان در سال 63 مدتی در اختیار روزنامه گذاشت اینجا با عنایت به این امر مهم حالا طرف معاون وزیر کشاورزی یعنی باید بدونید کود چیه طرف چی چیه چیزی عمل میاد نمیدونم چه گندم رو کی باید بکارن چجوری باید چکار کنن این جانب با عنایت به این امر خطیر و مهم بار کرد با همکاری و پشتیبانی مرحوم آیت الله احسان بخش نماینده حضرت امام ره و امام جمعه وقت ترتیب مال اون شماله رشت کجا و ترتیب جلسه رو با حضور کارشناسان شیلات آیات و استادانی مانند مرحوم آیت الله احسان بخش این رو معاون وزیر کشاورزی ها مرحوم آیت الله احسان بخش مرحوم آیت الله ایروانی مرحوم آیت الله آذری قمی و آیت الله شیخ جعفر البته سوال جلوشه پرانتز احتمالا رئیس دفتر استفتاءات حضرت امام در شیلات بندر انزلی برگزار کرده به به جلسه گذاشتن آقا پپسی بیار کوکا بیار دایت نه پسی مرسی که نست کنجبین بیار موز بیار دیدین که این جلسه هاشون چیچون گلدون بزنین گل بزنین جلو اینا یکی یه دونه بطری نوشابه بذارید یکی سیب پرتقال تو بشقابشون اینا رو ما دیدیم که جلسه در شیلات بندر انزلی برگزار در جلسه مذکور پایره روحانیون کم مایه محلی به تحریک نماینده وقت بندر انزلی سعی در ایجاد آشفتگی میکردن یعنی اینا میگه که میمدن اصلا ازون برون میگه حرام هست آزان برون حرام هست اینا اینجوری میگه اینا چیز کردن شروع میگه اما با نظر کلی اعضا ماهی ازون برون و سایر ماهیان خاویاری حلال تشخیص داده شد دور میز نشستن جلسه گذاشتن حلال تشخیص داده شده کردن و بر اساس آن گزارشی مکتوب خدمت حضرت امام ره ارائه شد تو گزارش دیگه ننوشتیم که بشقاب گذاشتیم تو پرتقال گذاشتیم موز گذاشتیم یکی بطری آب هم که خودم گذاشتیم گل و گلدون و این را هم ننوشتن گزارش مکتوب خدمت حضرت امام ره که به حضرت ایشان آن را منوط به نظر کارشناسان متعهد کردن امام گفت اینا گفتن ما این جلسه رو گذاشتیم و اینا و پرتقال نخوردیم آب پرتقال نخوردیم فقط جلسه گذاشتیم به ماهی رو آیت الله احسان بخش آیات بودن مایات بودن انبات بودن الان مردن اغلبشون حضرت ایشان آن را منوط به نظر کارشناسان
متعهد کردن. تق این آقای معاون وزارت کشاورزی میگه چند ماهی طول کشید تا نظر ایشان را درباره مایوز برون. نه چند ماهی نوشته طول کشید تو روزنامه شهر نوشته شده تا نظر ایشان یا یعنی نظر مقام رهبر انقلاب را درباره کارشناس متعهد بداری. چه با تو طول کشیده که اون وقتی گفته برین کارشناس متعهد با نظر بده اینو جلسه گفته شدن تو بدر انقلابی که آقا حلال کنیم و اینا و یه خدم بعضی طولی کارندگان خوابیار و اینا خود التماس دادن شب میارن در خونه تو یه مقداری شما قبول بفهم اینجوری یه خود ماس بماریم روی اوزون برون امام نبینه که این فرس نداره خیال کنه فرس از این ماس اینا همه رو گفته. امام میگه که آن را منو به نظر کارشناس ها را متعهد کردن چند ماه طول کشید تا نظر ایشان را درباره کارشناس متعهد بدانیم و سرانجام ایشان اصرار کردن منظور از متعهد کسی است که به علم خیانت نکرده باشد. شاید هم امام گفتی کارشناسی باشه که خود کارشناس فرض تو بدنش باشه بگه نه کارشناس که به علم خیانت نکرده باشه. حالا شما بیاید چجوری ثابت کنی که یک کارشناس پیدا کنی که این به علم خیانت نکرده به اون علم به علم خیانت نکرده بیاید بگید این مایه اوزون برون این مسئله فقهی چیه؟ تکون دهنده است. یعنی الان ماهیه هم میشنوید میشنید چیز تکون بخونه میپرد تو آب. منظور و سرانجام ایشان اصرار کردن منظور از متعهد کسی است که به علم خیانت نکند. این آقای میر محمد صادقی که معاون وزارت کشاورزی بوده در سال 63 که سرانجام در سال 63 یا اول 63 در یک برنامه تلویزیونی با خوردن یک دانه خاویار حلیت آن را اعلام کردن. آخی این بدبخت معاون وزارت کشاورزی بوده اینجور که تو روزنامه شرق نمیشته و خبرنگار اینا هم گزارش کرده که اومده. شاید هم بعضی ها دیده باشین ایران بودین من گشتم نه روی یوتیوب نه اون موقع یوتیوب نبود و الان هم نذاشتن که این معاون وزارت کشاورزی با خوردن یک دانه خاویار خود پسر یه انگشت هم نخوره ترسیده نکنه. حالا درسته داره میگه حلاله نکنه حرام باشه و این دونش شو سرانجام رفتار شست مرد حسابی هم تحصیل کرده است مابنه داره کشاورزی هم سرانجام رفتار شست یا اوائل شست و سه در یک برنامه تلویزیونی با خوردن یک دانه خاویار حلیت آن را اعلام کردم. بعد خدمت بینندگان عزیز عرض می کنم که این دونه خاویاری که ملازم می فرمایید بعد حضرت امام اینجوری هم اگه می کرد می دارد به خود دارید دماغه یکی دیگه نمی دارد باست گذشته دهنش. بعدم مثل که مسخرش هم کردن میگه در این باره رسانه‌های مختلف جهانی و داخلی مطالبی رو درج کردن و در فضای عمومی طنزهای زیادی مطرح شد. بعد من طنز نمیخوام این خبرش طنز دیگه. آقای میر محمد صادقی عکسش های گیر میارم براتون میذارم میذارم خوابیار خورده حلال خاک بستاره نمیدارم کی. بعد میگه متعاقب آن خود چه قهرمان داستان کرد. این آقا با این گزارش که فرستاد به روزنامه شرق بعد از اینکه اون آقای هاشمی مدیر اسبق نمیدونم سزا و سیما چیز کرد این خود چه قهرمان که گفت من رفتم جلسه تشکیل داد بندر انزلی زد خود کردیم با اون مخالف ها و مادم تلویزیون و شونه من این تلویزیون آقای مدیر عامل آرس که اون آقا اون تلویزیون بوده نمیدونم ولی میگه که طنزم برام گفتن متعاقب آن پاره از مراکز قدرت
با تحریک انجمنی ها برخلاف نظر حضرت امام فعال شدند. اصلا مملکت دو دسته شده حاکمیتش، اوزون برونی اوزون درونی، یعنی اونایی که داخل قضیه هستند، اونایی که خارج مبارزه میکنند. نظر حضرت امام فعال که در دفاع از نظر ایشان مجله پاسدار اسلام، مجله پاسدار اسلام به مدیریت جناب حجت الاسلام رحیمیان از اعضای محترم دفتر حضرت امام مقالات متعددی را در چند شماره چاپ که این پاسدار اسلام نبود، این پاسدار خاویار بوده. البته اینجا خاویار با اسلام، اسلام شیعه، البته قاطی میشه. آره چرا با اسلام شیعه میگم؟ برای که یه مقدار دعوای اینا سر اصول برون دعوای شیعه و سنیه. حالا میرسیم بهش، اگر نرسیم هفته دیگه من بقیه اینو میگم. متاسفانه وقت نشد که بقیهشو بگم، ولی اینکه بعد چطور شطرنج رو حرام کردن، چون تو مهره های شطرنج فلس ندیدن حضرت امام خمینی، و بعد به بیلیارد میرسیم و هفته آینده و تا هفته آینده با همه غمایی که دارید و داریم شبها و روزهای تا اندازه خوشی براتون آرزو میکنم. ماهی فرسدار نخوریم، یه هفته صبر کنیم، ما تکلیفمون رو روشن کنیم. که کاشتی تو باغچه سرودن عکس تو